ریخته در حمام اسید. ایشون به صورت غیر مستقیم میگه حالا مجازات هایم براشون چیز میکنه، اما چی؟ حواسمون جمعه که مخالفین بن سلمان، مخالفین آل سعود، مثلا مخالفین هر کشوری در کشور خودشان که هستن، اپوزیسیون کشور خودشان محسوب نمیشون، پاشون به آمریکا نرسه. من اصلا وقتی داشتم این ویدیو میدارم با نگاه میکردم باورم نمیشد. یعنی چی؟ یعنی انتونی بلینکن گفته که اپوزیسیون دولت های مختلف پاشون به آمریکا نرسه. ببینید، گوش کنید چی میگه. میگه امیدانا داره میگه که انتونی بلینکن تو این رپورت سی ان ان اومده گفته که آره، ما حالا یه قسمت اولش درباره مجازات علیه کسایی که این کارا رو با کاشوکشی کردن، ولی قسمت دومش امیدانا داره میگه که انتونی بلینکن تو این ویدیو سی ان ان گفته که ما میخوایم مراقب باشیم که مثلا کسایی که علیه مثلا آل سعود و یا دولت های دیگه، اپوزیسیون های مختلف تو کشور مختلف، پاشون با آمریکا نرسه. یعنی من گفتم مگه میشه همچین چیزی گفته باشه انتونی بلینکن؟ اگه هم چیزی گفته بود که خب این خیلی سر صدا میکرد یه همچین حرفی. مگه میشه؟ اولا که مگه میشه انتونی بلینکن یه همچین حرفی بزنه؟ یک. دو، مگه میشه انتونی بلینکن یه همچین حرفی بزنه و سر صدا نشه؟ برام عجیب بود. گفتم خب بالاخره چیز عجیب غریب اتفاق میفته، ولی این خیلی عجیبه. من فکر نکنم انتونی بلینکن همچین گفته باشه. البته من که سردار رسانه نیستم مثل امید دانا. خب من که اتاق فکر که ندارم مثل امید دانا. من که سواد رسانه ای ندارم که مثل امید دانا. برای همین ممکنه من دارم اشتباه فکر میکنم. خب این واقعا من میگم انتونی بلینکن سفیر وزارت خارجه، وزیر وزارت خارجه آمریکا بیاد بگه که ما اپوزیسیونای کشورهای مختلف و تو کشورمون را نمیدیم، میخوایم پاشون به کشور ما نرسه. من فکر نمی کنم همچین حرفی آنتونی بلینکن میزنه. خیلی عجیبه همچین حرفی زده باشه. اگر هم زده باشه حتما سر صدای مردم در میاد. مگه میشه همچین حرفی زده باشه؟ من گفتم باید برم این ویدیو سی ان ان رو پیدا کنم. من فکر نمی کنم. بعد رفتم پیدا کردم. ولی من موندم اگه من دارم درست میگم که آنتونی بلینکن این حرفو نزده، چجوریه که من که هیچ کسی که نیستم، که من نه فارسیم خیلی خوبه همچون که شما تو لایو چت کلی بهم میگین، نه سردار رسانم، نه اتاق فکر دارم، نه تیم تحقیقی دارم مثل امید دانا میگه تیم داریم، میگه که همش هم میگه ادعا داره میگه ما رو دست کم گرفتین مگه. خب من که یعنی من یه هم چیزی رو فهمیدم، امید دانا نفهمیده. برای همه من خواستم، شاید من چون سردار رسانه نیستم، شاید من دارم اشتباه میکنم، خواستم اینو لایو با شما بذارم که شما بیان ما چه من رو بگیرن که بگین نه آرمین، امید دانا درست گفته، داری اشتباه میکنی. من حالا ویدیو اصلش رو براتون میذارم. خب اصل ویدیوش رو براتون میذارم. چرا نرسه؟ چون من آمریکا هستله ندارم اپوزیسیون کشورهای دیگر در کشور من بخوان اکتیو باشن. یه خورده این حرف دو پهلو نیست؟ منظورش چیه؟ من دو تا برداشت دارم. دو تا برداشت رو میگم که زمان به ما کمک کنه که منظور این آدم چیه. یکی این که ایشون گفت همه کشورها. آیا این همه کشورها شامل ایران میشود؟ اگر شامل ایران میشود که قربونتون برم. تمام یعنی ببین، میگه انتونی بلینکن گفته که اپوزیسیون همه کشورها رو به آمریکا راه نمیده. امیدانا میگه ای چه خوب، پس اپوزیسیونای ایرانم راه نده تو آمریکا. یعنی منم آره میگم اگه انتونی بلینکن هم چه حرف رو واقعا زده، معنیش همینه دیگه. اپوزیسیون ایران تو آمریکا جمع شدن. میگه همه اپوزیسیون ایران تو آمریکا جمع شدن، پس اینا رو بنداز بیرون. قربونتون برم. اوکی. تمام اپوزیسیون ایران تو آمریکا جمع شدن.
از رسانه‌های پاکستانی لس آنجلسی بگیر برو جلو، برو جلو. تا عباس جفرسونمون که اعلام پادشاهی کردین اوهو وضعیت خرابه، گفت دروغ سیستم بوده، عاشقتم. خود دمت هم گرم، خودتون خودتون رو مسخره میکنید، عاشقتونی. خودتون خودتون مسخره میکنید. امید، امید مراقب باش، الان خودت بوده چه نبوده دمتون گرم در هر دو صورت. همین گونه با خودتون شوخی کنید، ما حالشو ببریم، برای ما مهم نیست. یعنی اگر شامل ایران میشه من این اپوزیسیون ایران گوشی دستتون به پوست خیاری دارن میفروش. یعنی چی؟ یعنی اگر فردا اگر فردا جمهوری اسلامی همچون دولت عربستان با آمریکا ببنده، حتی اگر خبرنگارای خودشو تو خارج از کشورم قطعه کنه بندازه در حمام اسید، نه تنها آمریکا با ایران کاری نخواهد داشت، تازه شماها رو تهدید میکنه. خیلی حرفه ها. الان علی هم میگه اصل ویدیو رو بذار. اصل ویدیو رو الان بذارم یا بذارم تا آخرش تموم بشه بعد بذارم؟ شما بگین تو لایو چت. ببین یعنی واقعا امیدانا فکر میکنه که آمریکا داره میگه ما مثلا با یه دولتی خوب باشیم همه اپوزیسیونای اون دولت رو توی آمریکا باشه میندازیم بیرون. این داره میگه مثلا مسیح علی نژادا یا کسای دیگه همه اینا باید حواسشون باشه که آمریکا انتونی بلینکن داره میگه ما اینا رو تو آمریکا راه نمیدیم. چجوری ممکنه فکر کنی انتونی بلینکن داره همچین حرف میزنه؟ ببین من کسی هم که آمریکا رو فکر نمیکنم که مثلا خیلی میدونم که حرفای طرفدار حقوق بشری که دارن میزنن شوه، خیلی هاشو میدونم شوه، ولی اونقدر فکر کنم حالیم هست که بدونم حتی مقدار زیادش هم که شو باشه انقدر شو رو میخوان داشته باشن که نه یعنی همچی حرف بزنن. یعنی اصلا باورم نمیشه که یعنی امیدانا چقدر باید هم از لحاظ رسانه‌ای باید تحقیقاتش ضعف داشته باشه، ولی هم از لحاظ سیاسی طرز تفکرش باید چقدر عقب افتاده باشه که ندونه انتونی بلینکن همچی حرف رو نمیزنه و اگه بزنه چه واکنشی خواهد داشت. یعنی ببین این نه تنها از از رسانه نباید سردار باشه، نباید برای که منم شاید تحقیقاتش الان من نشونتون میدم ویدیو رو، خب یعنی نتونسته درست تحقیق بکنه که این ویدیو چی گفته، نه تنها خودش اتاق فکرش هم نیومد بهش بگه که این چه اشتباه فهمیدی و میدونه این چیه داری میذاری. خب چون خودش میگه، خودش ادعاش خیلی زیاده، میگه همه چی رو با اتاق فکرش چک میکنه، میگه شما منو دست کم نگیری، من یه تیم داریم، ما این هیچ چیزی ازمون رد نمیشه، همه این ادعاها رو که داره. خب نه تنها از رسانه اینو نفهمی که این ویدیو اینو نگفت، ولی از لحاظ سیاسی هم انقدر فهمش از سیاست جهان انقدر پایینه که نمیدونه یه همچین چیزی احتمالش خیلی کمه که انتونی بلینکن یه همچین حرف بزنه.